جمهوری اسلامی ایران آرمان فلسطین را آرمان خود می‌داند و می‌گوید تلاش برای تحقق آن از اهداف بنیادیش است. ولی جمهوری اسلامی به آرمان فلسطین دولت‌ها و نیروهایی که خصم دولت اسرائیل هستند را در جبهه خود قلمداد می‌کنید. اگر یک فلسطینی معتقد به آرمان فلسطین باشید ولی به اعتقاد به تحقق این آرمان از طریق جنگ مسلحانه و قربانی شدن فلسطینی ها و کشتار اسرائیلی ها چه؟ ولی ماجرا پیچیده تر از فرمول های ساده است. اگر فلسطینی باشید و اعتقاد داشته باشید جنگ و کشتار غیر نظامیان در هر دو سو امری ناگزیر است، احتمالاً به این نتیجه می رسید که حماس و حزب الله بازوهای تحقق آرمان فلسطین هستند و ایران که حامی آنهاست به آرمان فلسطین کمک کرده. مهمان های این هفته جواب های کاملا متفاوت به این سوال در پرگار می دهند که جمهوری اسلامی در خدمت آرمان فلسطین بوده یا نه. قیس قریشی تحلیلگر جهان عرب می گوید بدون حمایت ایران آرمان فلسطین به اندازه امروز در سرخط خبرهای جهانی و در کانون بحث های محافل بین المللی نبود. کاملیا انتخابی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سردبیر ایندیپندنت فارسی میگوید بدون اقدامات ایران آرمان فلسطین دستخوش تحرکات مخرب گروه‌های افراطی فلسطینی و نیروهای تندرو در اسرائیل نبود. خیلی خوش آمدید آقای قریشی. از شما شروع کنیم که معتقد هستید ایران به آرمان فلسطین سود رسونده، کمک کرده، چطور؟ عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم. ببینید اگر ما شاخص ها و آمار رو در نظر بگیریم، بخش بزرگی از بیقانونی که در اراضی اشغالی در فلسطین اتفاق افتاده قبل از دهه 90 میلادی برمیگرده. یعنی شما بخش بزرگی از قطعنامه هایی که اسرائیل لحاظ نکرده، بهش توجهی نکرده، بخش بزرگی از بیانیه های سازمان ملل، بخش بزرگی از تلاش های نهادهای حقوقی و نهادهای حقوق بشری مربوط به قبل از دهه 90 میلادی بوده. اون موقع ایران قدرت امروز رو نداشت، به این صراحت هم پرده برداری نکرده بود از استراتژیش، بیشتر در حد شعار و آرمانگرایی بود تا دهه 90 میلادی. مثلا قطعنامه 181 1947 52% رو به اسرائیل، 58% رو به اسرائیل، یعنی اون قطعنامه‌ای که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، 58% از اراضی فلسطین رو به اسرائیل میده و 42% رو رسما به فلسطینی ها میده. هیچ وقت اسرائیل زیر بار همچین قطعنامه‌ای نرفت. همیشه اسرائیل تو تبلیغاتش این بود که فلسطینی ها نخواستن. من مشکلی با این ندارم، ولی اسرائیلی ها هم بزرگترین دشمن این قطعنامه بود. ما یک نسل، ولی این ربطش به ایران، جمهوری اسلامی و آرمان فلسطین چی هست؟ عرض میکنم خدمتتون. وقتی ما ناکامی های 1947 1947 48 تا 1990 رو میبینیم و سیر سعودی قضیه فلسطین، بازپسگیری اراضی در غزه سال 2005، در جنوب لبنان سال 2000 و به هر حال بعد از تا امروز، به هر حال این نشون میده که گزینه‌ای که ایران به غیر از حوزه در، به غیر از بحث سیاسی، دیپلماسی و حقوقی دنبال کرده، یعنی حمایت از بحث مقاومت، باعث شده فلسطینی ها تنوع در رفتارشون وجود داشته باشه. یعنی صرف این که ما، به قول آقای بنگوریون میگفت که ما حاضریم تا 200 سال دیگه با فلسطینی ها مبارزه، با فلسطینی ها مذاکره بکنیم به شرط اینکه اراضیمون هی گسترش پیدا بکنه، این اتفاق افتاد. یعنی شما از بحث دیپلماسی، جمهوری اسلامی معروف به اینکه بحث مقاومت مسلحانه رو خیلی حمایت میکنه و خیلی کمک مالی میکنه، کمک معنوی میکنه، کمک سیاسی میکنه و منحصر به مقاومت مسلحانه. این مقاومت مسلحانه اگر وجود نداشت، قضیه فلسطین قضیه مرده‌ای بود. یعنی هنوز بحث مقاومت در اراضی اشغالی، در لبنان، در حتی سوریه به خاطر بازپسگیری جولان، باعث شده قضایای
قضایای حقوقی در صدر، به قول معروف در صدر تیتر روزنامه ها، تیتر مطبوعات بمونه و از بین نره این حقی که به هر حال چه اسرائیل چه جامعه جهانی تلاش کرد این حق رو هم نادیده بگیره، هم اگر دستش برسه کن لم یکنش بکنه و به هر حال فلسطین رو یک رویای پایان یافته حساب بکنه و به اسرائیل حق حاکمیت بر کل اون اراضی به علاوه اراضی لبنانی و اراضی سوریه رو بده. لب کلام شما اینه که اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، آرمان فلسطین در حد مذاکره با اسرائیل دنبال میشد. مذاکرات بی‌نتیجه. آخر صحبتاتون هم به این نتیجه رسیدید که این مذاکره هم به جایی نمی‌رسید جز الحاق بیشتر اراضی فلسطینی. براتون مثال میذارم. از به اعتراف دولت رسمی فلسطین، یعنی دولت بهش میگن تشکیلات خودگردان، 13% از تعهدات اسرائیل در اسلو تا امروز. یعنی شما ببینید ما 6 ماه گذشته باید جشن 25 سالگی دولت فلسطین رو با تعهداتی که اسرائیل در اسلو داده بود رو میگرفتیم، تا امروز فقط 13%ش محقق شده. یعنی کرانه باختری که قرار بود مال فلسطینی ها باشه شاید 1000 ایست بازرسی و بیش از فکر کنم بیش از یعنی چند ده شهرک در کرانه باختری ایجاد شده و تقریبا احداث به وجود اومدن دولت فلسطین، دولت مستقل فلسطین رو ملغا کرده. روی این حساب اگر که ما مسیر سیاسی و مسیر مذاکرات رو از 1945 تا امروز نگاه بکنیم و ورود جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری از مسیر مقاومت رو نگاه بکنیم، میتونیم بگیم حداقل یک حد یقفی برای اشغالگری بیشتر و یک شروعی برای یعنی جون گرفتن مجدد بحث فلسطین و بحث بازپسگیری اراضی اشغالی به وجود اومد. چنین خانم انتخاب فرد؟ اجازه بدین پس بنده هم سلام عرض کنم. آقای قریشی سلام کردن، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقای کریمی، دو تا موضوع مهم رو آقای قریشی مطرح کردن و شما هم در مقدمه به آرمان مردم فلسطین اشاره کردید و ایشون مقاومت مسلحانه برای رسیدن به آرمان فلسطین رو پیش کشیدن. آرمان فلسطین چیست؟ تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر که اون شامل پس گرفتن زمین‌های اشغالی هم خواهد شد، بازگشت فلسطینی‌های تبعیدی، رأی‌گیری، دولت، چیزهای مختلف. اما آرمان فلسطین در وهله اول برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی هست. فرمودید که مقاومت مسلحانه که اینو بازش بکنم. قبل از اینکه جمهوری اسلامی شکل بگیره در ایران، فلسطینی‌ها شروع به مقاومت مسلحانه کرده بودند. حزب جنبش آزادی بخش فلسطین رو که آقای یاسر عرفات پایه‌گذاری کرد بر اساس مقاومت مسلحانه برای پس گرفتن حقوق فلسطینی ها بود. بعد از چند دوره جنگ، بعد از جنگ های مکرر اعراب با اسرائیل، انتفاضه اول، آقای یاسر عرفات به این نتیجه رسید که از طریق مبارزه مسلحانه فلسطینیان نمیتونن به حقوق خودشون دست پیدا بکنن و بهترین راه برای تشکیل کشور فلسطین مذاکره هستش و گفتگو با اسرائیل. اسلو به همین دلیل شکل گرفت. اول از همه ما کمپ دیوید رو داشتیم که تجربه موفقی بود. مصری‌ها دیدن که با مذاکره تونستن یک بخشی از اراضی اشغالی خودشون، صحرای سینا رو پس بگیرن. بعد از اون اردنی‌ها مذاکره کردن، تونستن بخشی از اراضی خودشون رو پس بگیرن و بعد از اون بود که آقای یاسر عرفات تصمیم گرفت که حالا با پادرمیانی آقای بیل کلینتون بر سر گفتگوهای صلح برن. بله، از اول هم اسرائیل نمیخواست که از طریق گفتگو جلو بره. ما دیدیم که آقای اسحاق رابین مخالف گفتگو بود، ولی این آقای شیمون پرز بود که برای مذاکرات بله صلح و گفتگوی اسلو قدم پیش گذاشت. بنابراین خواست مردم فلسطین تبدیل شده بود به مذاکره برای رسیدن صلح و تشکیل کشور فلسطین با اسرائیل. چه شد؟ انقلاب اسلامی ایران گروه‌های تندرو رو در داخل نه فقط اراضی اشغالی بلکه در سرتاسر منطقه تحت تاثیر قرار داد.
قبل از اینکه شما بفهمید که اسلو شک گرفته باشه و شکست خورده باشه، ما اومدیم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. ما حزب جهاد اسلامی رو داشتیم که 2 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران تحت تاثیر جمهوری اسلامی، خودشون دارن میگن حزب جهاد اسلامی رو درست کردن که یک مقاومت مسلحانه بود. بعد از اون حماس شک گرفت، تندروتر شدن جهاد بر علیه اسرائیل باعث شد که گروه های دست راستی و افراطی اسرائیل هم دیگه تن به گفتگو و مذاکره ندن، یعنی شدن 2 بازوی موازی. هرچه جمهوری اسلامی بیشتر داشت گروه های نظامی رو ترچیز می کرد و به مقاومت مسلحان اصرار می کرد، هم مردم فلسطین مقابل هم دیگه قرار گرفتن، یعنی کرانه باختری و نوار غزه که از اول به این شکل نبودن که مقاومت مسلحانه باعث شد که دست یاسر عرفات قطع بشه. بعد دیدی محمود عباس دیگه نتونست با این رو صحبت بکنه و در 2 بازو اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه و اون چیزی که اسرائیل میگه مکمل هم دیگه شدن. جمهوری اسلامی و اسرائیل الان هر دوتا در یک خط قرار دارن و اون یک خط افراطی بودن و مخالفت با تشکیل دولت فلسطینه. به این معنی، یعنی معتقد هستی جمهوری اسلامی و دولت راستگرای اسرائیل در این شریکن؟ بله هستن. یکی که جمهوری اسلامی گروه های مقاومت رو تجهیز کرده و خاطر مقاومت مسلحانه باعث شده که اسرائیلی ها شهرک نشینی رو گسترش بدن، اسرائیلی ها هم مخالف باشن با ایجاد یک کشور فلسطین. و اساس اون چیزی که داریم میبینیم 7 اکتبر اتفاق افتاد چه بود؟ اسرائیل هفته 30 میلیون دلار بر اساس نوشته روزنامه فاینانشال تایمز داشت کمک مالی میکرد به دولت حماس. من این رو به این حساب نمیذارم که دلش میخواست غزه بازسازی بشه یا وضع رفاهی مردم بهتر بشه، به این دلیل که در مقابله با محمود عباس و دور تشکیلات خودگردان فلسطین قرار بگیرن. هر چقدر اختلاف بین گروه های فلسطینی بیشتر باشه، اون رویای تشکیل کشور فلسطین به تعویق میفته. این آیه قریشی تقریبا میشه گفت پذیرفته شده است و کسی مورد مناقشه قرار نمیده این رو که دولت اسرائیل کمک مالی میکرد به حماس حتی قبل از اینکه دولت بشه حماس، یعنی به این معنی که در ماها و سالهای پیش از حمله 7 اکتبر بود، یعنی به عنوان قوه مجریه در غزه، حتی قبل از اون وقتی حماس یک جریان سیاسی شبه نظامی بود اسرائیل کمک میکرد برای اینکه سعی کنه جریانات میان رو که جامعه بین الملل طرف مذاکره میشناخت تا حد ممکن به حاشیه ببره. آیا کاری که جمهوری اسلامی میکنه همین نبوده؟ عملا باعث شده که گروه های میان رو به حاشیه برن و شاید برای همینه که محمود عباس همین چند هفته پیش اومد گفت که ما آقای خامنه‌ای نمیخوایم فلسطینی ها بیش از این قربانی بشن، شما برای ما دل نسوزونید. حاصلش چی بوده؟ نمونش 7 اکتبر، کشتار بیشتر فلسطینی ها، کشتار غیر نظامیان اسرائیلی و افراطی شدن سیاست در درون اسرائیل. ببینید سرکار خانم، ما تاریخ رو نمیتونیم از پیدایش جمهوری اسلامی بنویسیم. اتفاقاتی که از 1917 افتاد و ختم به 1947 و 48 شد اونقدر انگیزه زاست در محیط پیرامونی فلسطین. انگیزه یک ملتی وجود دارن که اراضیشون اشغال شده، دربتر شدن، آواره شدن، به بدترین شکل مورد نجات پرستی قرار میگیرن. تا همین امروز، این امروز میدیا و دنیای مجازی کمک کرد که جهان بهتر ببینه، ولی این ادامه همون روند 1948 تا به امروزه. شما اونقدر ظرفیت و انگیزه وجود داره که جمهوری اسلامی ثانویه میشه، یعنی یک مورد ثانویه میشه تا اینکه بچسبونمش تیترش بکنه. راه دیگه نداره جز اینکه از جنگ مسلحانه حمایت. به هر حال من در قرآن نقدی که به فرمایش سرکار خانم دارم، ببینید همون یاسر عرفات در گزارشاتی و در خاطره هایی که اطرافیانش مشاورینش نوشتن، آقای برقوسی جزو نزدیکان ایشون بوده، همون آقای یاسر عرفات بعدها اعتراف میکنه که گذاشتن اسلحه زمین، یعنی گذاشتن زمین کوچه به تونس،
خلع سلاح کردن سال 1982، خلع سلاح کردن تشکیلات خودگردان خطای استراتژیک بود و قدرت مذاکره رو، یعنی کارت‌های برنده و روند چانه زنی رو سلب کرد. تمام شد فرمایش آقای قریشی. یه سوالی از شما بپرسم. فرمودید که تاریخ رو نباید از الان نگاه کرد، بعد به 1947 بریم که فلسطینی ها قتل عام شدن، که درست میفرمایید. در مورد جنگ اخیر غزه چه شما میفرمایید؟ که 2 میلیون فلسطینی آواره شدن، 90% غزه ویران شده و در 40 سال به گفته سازمان ملل متحد زمان و 30 میلیارد دلار پول لازمه که همین غزه ساخته بشه. این که تاریخ معاصر هست. ببینید روند مقاومت ملت ها، روند مقاومت ملت ها چه کمکی کرده؟ اجازه بدید. چه این جنگ 7 اکتبر چه کمکی به مردم فلسطین کرد که من و شما الان بتونیم بگیم که به آرمان مردم فلسطین کمک شد که کشور فلسطین تشکیل بشه؟ جمهوری اسلامی از طریق گروه های شبه نظامی و نیابتی، حالا در مورد این خاص حماس و جهاد اسلامی، به اهداف خودش در منطقه کمک میکنه. این گروه ها گروه های نه فقط وابسته هستن، گروه هایی هستن که تحت همون ایدولوژی جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. هیچ کدومشون هم کتمان نکردن. آقای سنبار در یه سخنرانی هست که همه میشه ببینن، به صراحت داره میگه که جمهوری اسلامی حامی مالی، حامی نظامی، ایدولوژی و از لحاظ ایدولوژی اسلامی هم تراز و هم فکر هست با گروه های نظامی و اسلامی که در فلسطین. اینکه اینها میگن ایران حمایتشون میکنه یه چیزه، اما گفتن این که بدون حمایت ایران فلسطینی ها جنگ مسلحانه نمی کردن، حملات اونچنانی نمی کردن، یه حرف دیگه است. نمیتونیم بگیم که 100% نمی کردن، ولی ما در یک مقیاس بزرگ اون چیزی که امروز داریم میبینیم که حماس تونل های عظیم زیرزمینی داره، مقاومتشون یک مقاومت پیشرفته ای هست که بدون همفکری، بدون تجهیز و بدون داشتن امکانات یک کشور قدرتمند ممکن نبوده از حالت یک مقاومت گروه های کوچک خارج شده. وضعیت منطقه قبل از 7 اکتبر به یک شکلی رفته بود جلو که احتمال جنگ در لبنان بین اسرائیل زیاد به نظر می‌رسید. با اسرائیل. و حزب الله در یه وضعیت ضعیفی هست در داخل لبنان که حمایت مردمی نداره و اتفاقات داخلی میتونست یک جنگ داخلی رو رقم بزنه در لبنان، که در اون وضعیت همه مردم در داخل لبنان بر ضد حزب الله بسیج بشن. و از اوضاع لبنان رو همه میدونن، آقای قریشی هم احتمالاً بهتر، وضع اقتصادی، وضع سیاسی، اجتماعی، نظامی، درگیریایی که دارن. جنگ حماس با اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی تموم شد. از روی فشار بر گروه مقاومت لبنان که همون حزب الله باشه کم کرد، منطقه رو درگیر وضعیتی کرد که فشار از روی جمهوری اسلامی هم برداشته بشه. وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، مذاکرات ناقص و ناتمامی که با غرب داشت مونده بود. بله، چون در این نوبت آیا میشه گفت که ایران در اونچه که آرمان فلسطین نامیده میشه دنبال به گفته ایشون منافع خودشه، یعنی تلاش میکنه فشار در مثلا همین ماجرای 7 اکتبر، خانش ایشون از انگیزه ها برای انجام این عملیات وسیع اینه که فشار بر حزب الله در لبنان کم بشه و فشار بر ایران کم بشه، به این ترتیب ایران دنبال مقاصد خودشه تا تحقق آرمان فلسطین؟ بله، ولی این یک بعده، یک بعد از چند بعدیه که نشأت میگیره. ببین شما مثلا بعد مذهبی و اعتقادی حمایت ایران از فلسطین رو نمیشه منکر شد. آیت الله خمینی قبل از انقلاب 1357 یا 1357 دو فتوای خیلی مهم، تحریم رابطه با اسرائیل و به قول معروف مقاومت، یعنی مقاومت در برابر اسرائیل رو بلندتر میتونید صحبت کنید. بله، مقاومت در برابر اسرائیل رو داشت. روی این حساب بحث مذهبی برای یک شیعه، قدس اول القبل قبلتین و ثانی الحرمین برای یک آدم مذهبی، برای یک در حوزه فرهنگ ایران متفاوت از کشورهای همسایه‌شون به خاطر اون تاریخ پیوسته‌ای که داره. یعنی صاحب رسالت در حوزه فرهنگ و تلاش میکنه هژمونیش رو جا بندازه و اون نقطه اشتراکی که با ملل منطقه
تا مدیترانه میگیره بحث فلسطین بحث میدونید فلسطین خانم دکتر قطعا میدونن که فلسطین مولکول های جهان عرب رو به سرعت به جوش میاره، یعنی یک قضیه حیثیتی در جهان عرب که دست گذاشتن چه مقصود چه غیر مقصود، یعنی چه شما اعتقادی دست بذارید رو این قضیه چه با هدف و برنامه دست بذارید به سرعت میتونید یارگیری بکنید. روی این حساب بعد اینکه ایران در این جنگ در از 7 اکتبر به بعد دستاوردهای استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیکش به شدت تغییر کرد و امروز کمتر کسی که قدرت ایران رو در منطقه نادیده میتونه بگیره، ولی به هر حال بحث فرهنگی حمایت ایران و بحث مذهبی حمایت جمهوری اسلامی از قضیه فلسطین و آرمان فلسطین و قدس به عنوان یک تارگت و به عنوان یک هدف مهمتر از اونه که بشه گفت ایران دنبال مقاصد امنیتی خودشه. مقاصد امنیتی ایران به خصوص به عنوان یک نظام سیاسی که خودش رو در خطر میبینه رو اگر کنار بگذاریم که راجبش صحبت خواهیم کرد، به گفته ایشون آرمان فلسطین یک آرمان دینی هم هست و نظام ایران نمیتونه این رو نادیده بگیره، حداقل برای اینکه وفاداران به خودش و طرفدارانش در خارج از ایران رو نگه داره، و دیگر اینکه از نظر ژئوپلیتیک هم مهمه دیگه، ایران رو به کشورهای عرب نزدیک میکنه، هرچند معلوم نیست چقدر جمهوری اسلامی تونسته این کارو بکنه، ولی به هر حال این یک هدف استراتژیکه. به این ترتیب نمیشه این رو اینجوری فرمول کرد که ایران دنبال مقاصد خودشه. اگر که ایران دنبال مقاصد خودش نیست، در 45 سال گذشته چه تلاش و کوششی انجام داده که بین گروه‌های فلسطینی صلح برقرار بکنه یا به آرمان مردم فلسطین برای تشکیل یک کشور مستقل کمک بکنه؟ هیچی. به خاطر اینکه نفع جمهوری اسلامی در تشکیل کشور فلسطین نیست. و اما سوال شما، بله که بعد برای ایران مهم باشه که در فلسطین یا اسرائیل چه خبره، برای منافع ملی هر کشوری مهم هست که جای دیگه چه اتفاقی داره میفته، حالا در منطقه که جای خود داره. و ایران از لحاظ تاریخی کشور بزرگی هست، ایران کشوری هستش که در شکل گیری کشورهای دیگه در این منطقه سهم داشته، خیلی طبیعیه که بخواد بدونه که اونجا چه خبره یا در امور اونجا دستی داشته باشه. اما چیزی که داریم راجع به صحبت میکنیم اختلال هست، ایجاد شکاف در بین گروه‌های مختلف فلسطینی هست که مانع اصلی تشکیل کشور فلسطین بوده. خیلی راحت در 45 سال گذشته میتونستن از طریق مذاکره، از طریق نزدیک کردن گروه‌های فلسطینی به هم دیگه کمک بکنن در تشکیل دولت فلسطین، که به نظر میرسه به هیچ وجه قدمی بر نداشتن. خانم انتخاب فرد، قبل از اینکه جمهوری اسلامی به جد وارد ماجرای فلسطین بشه، چون در یکی دو دهه اول ایران که خودش درگیر جنگ بود دیگه با عراق و در دهه 70 هم خیلی اینقدر حاد نبود این قضیه، قبل از اینکه ایران به جد وارد این ماجرا شه، در درون گروه های فلسطینی اختلاف خیلی زیاد بود دیگه. گروه های چریکی داشتیم، گروه هایی که طرفدار مذاکره بودن، گروه های مارکسیست داشتیم که هنوز هم هست تک و توکی از اونها، گروه های اسلامی داشتیم، یعنی اختلاف نتیجه دخالت جمهوری اسلامی نبود دیگه. از روزهای اول انقلاب اسلامی، فکر کنم از روز ششم یا هفتم یاسر عرفات وارد ایران شد، چطور میتونیم بگیم از اول انقلاب ایران هیچ نظر و یا موقعیتی در مورد فلسطین یا مقاومت نداشته؟ منظور این که بیشتر شعاری بود دیگه. نبود. شعاری هم نبود دیگه. آقای خمینی صراحتا اعلام کردن که هدفشون بست جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه و اسلامی هست و اون فکر ایدئولوژیک برای حمایت از فلسطین همون چیزی بود که در زمان جنگ هم شما اشاره کردید. مگر نمیگفتن که راه آزادی قدس از کربلا هست؟ بله، ولی در تاریخ جمهوری اسلامی داریم دیگه، این کاملا قابل در واقع پذیرفته شده است. بله. که در یک جای مشخص، در یک برهه مشخص، آیت الله خمینی مخالفت میکنه با فرستادن یه تعداد از سپاهی ها به لبنان. این اصلا دیگه الان توی اسناد هست دیگه، به این معنا میگم. اما سوال شما در واقع یا نکته‌ای که شما راجع بهش صحبت میکردید در نوبت قبلی چیزی است که آقای قریشی باید جواب بده، که اگر هم اختلاف در میان گروه های فلسطینی بود، در یه مقطعی اجماع بر مذاکره و در نهایت قرارداد اسلو شد، اگر کمپ دیوید رو هم کنار بگذاریم.
ولی جمهوری اسلامی دهه پایان دهه 90 به این سو طوری وارد شده که این قطبندی در میان گروه‌های فلسطینی رو تشدید کرده. یکی از دلایلی که دولت اسرائیل میگه با فلسطینی‌ها مذاکره جدی، مذاکره جامع برای رسیدن به توافق نمی‌کنه، میگه که فلسطینی‌ها یک گروه دو گروه نیستن. فلسطینی‌ها حداقلش رو اگه بخوایم بگیم تقسیم شدن به دو گروه بزرگ و ما طرف مذاکره نداریم. آیا ایران در این وضعیتی که شاهدش هستیم که اسرائیل طرف مذاکره یک دست و یک کاسه نداره مسئول نیست؟ این وظیفه هیچ بازیگر قدرتمند منطقه یا جهانی نیست که بره مثلا سوراخ‌های بهانه اسرائیل رو ببنده. ببینید من مثال عرض می‌کنم خدمتتون. تنها کسی که جرأت کرد واقعیت رو بپذیره، یعنی تنها طیف که جرأت کرد واقعیت رو بپذیره و آینده اسرائیل رو در خطر دید با این روند، آقای رابین و آقای پرز بود. آقای رابین ترور شد. ما از دهه 90 تا به امروز رقابت بین راست، راستر و اولترا راست در اسرائیل هست. ما طبقه ای نداریم. همین امروز تمام جدال درون اسرائیل بر اینه که چطور حق فلسطینی ها رو ندیم. بر این نیست که چطور شما آقای لاپید صحبت از این نمی کنه که مثلا این سعص رو که مرزهای 1967 رو بپذیریم، بازگشت آوارگان رو بپذیریم و قدس شرقی پایتخت فلسطین باشه. شما هرگز از یک سیاستمدار اسرائیل نمیتونید اینو امروز بپذیرید، بشنوید. و این از دهه 90 شروع شد. یعنی من میخوام بتونم، یعنی من خیلی برای من مهمه که این بنیه در اسرائیل به ذات وجود داره که ما نباید به فلسطینی ها حق بدیم و ربطی به ایران نداره. به ایران نداره واقعیت. من با یعنی حوادث رو میشه. ما فعالیت اثرگذار جمهوری اسلامی در منطقه رو به تقریبا 10 تا 11 سال، 10 تا 15 ساله میتونیم. ببخشید میشه بپرسم چه فعالیت تاثیرگذاری مد نظرتون هست؟ خدمتتون عرض بکنم. اون جایی که کمک های ایران ختم به دستاورد شده، مثلا ختم عرض میکنم سال 2005 عقب نشینی اسرائیل از غزه، سال 2006 تقریبا مختل شدن توازن قوا که از 1948 وجود داشت در منطقه با شکست اسرائیل یا پیروز نشدن اسرائیل در جنوب لبنان. سال منظور شما عقب کشیدن نیروهای اسرائیلی؟ نه، سال 2000 عقب کشید. سال 2006 در حمله که اسرائیل نتونستن و شکست خوردن، اولین شکست معنادار اسرائیل محسوب میشه از بعد از 1973. روی این حساب جایی که جمهوری اسلامی خدماتش یا حمایت‌هاش اثر کرده کمتر از دو دهه است. در صورتی که جایی که اسرائیل کاملا نقض کرده قوانین رو، معاهدات خودش رو و علنا گفته نه مرزهای 1967 رو قبول داریم، نه پایتختی قدس شرقی رو قبول داریم، نه بازگشت آوارگان رو قبول داریم، از دهه 90، از قبل از دهه 90 شروع شد، ولی دهه 90 با ترور آقای رابین رسمی شد. امروز بعد از بیش از دو دهه از ترور آقای رابین، ما راست افراطی در اسرائیل برنده مطلق انتخابات، یعنی شما برنده انتخابات در اسرائیل بین راست و اولترا راست. خب فرمایش شما متین بود. الان شما به من بفرمایید که چیزی که راجع به جنگ گفتید و کمک ایران به حزب الله در عقب راندن اسرائیل و پس از اون فرمودین دو جنگ شده بود در لبنان و حمله حماس به اسرائیل، آیا اینا رو ما میتونیم بگیم که مداخله است یا اینا رو میتونیم بگیم که دفاع مشروع بوده در حمایت از ساکنین یک کشور مستقل؟ اجازه بدید سوالا رو من بپرسم. سوال من بکنم؟ نه، چون ایشون وقت میتونم جواب بدم، ولی نه چون میخوام میزان استفاده از وقت و توازن برقرار بشه. شما اجازه بدید پس من سوال کنم، اگر میشه خودتون جواب بدید. اگر شما افکار عمومی در میان فلسطینی ها و حتی در جهان عرب رو دنبال کنید و نظرسنجی هایی که در اومده، اعتقاد عمومی بر اینه که کشورهای عرب، اونهایی که خودشون رو متولی می نامن، از نظر افکار عمومی بخصوص در میان فلسطینی ها به آرمان فلسطین کمک نکردن
و در مقابل اعتقاد دارن که حداقل از هفته اکتبر این سو این شدت پیدا کرده، به خصوص اعتقاد دارن ایران کمک کرده به آرمان فلسطین. شاید دلیلش این است که اینها دیدن در ادوار پیشین در دهه 80 و 90 فلسطینی ها به نتیجه نرسیدن از طریق مذاکره. من با فرمایش شما موافق نیستم. اون پاسخ آقای قریشی هم آخر میدم. آرمان فلسطین برای تمامی کشورهای مسلمان و عرب منطقه خیلی مهمه. شاید روی کرده حاکمان جدید و جوان نسبت به روی کرده حاکمان 60 یا 70 سال پیش که جنگ میکردن، برای مثال مصر یا اردن، فرق کرده. دیدن به صراحت که جنگ پاسخگوی رسیدن به آرمان‌های مردم فلسطین نیست. اسرائیل از حمایت تمام و کمال ایالات متحده آمریکا برخورداره و به همین دلیل مقاومت‌های مسلحانه به نتیجه نرسه که که عرض کردیم اول برنامه. امروز رویکرد بر این هست که از طریق گفتگو و داشتن قرارداد و توافق اسرائیل رو مجبور بکنن که آرمان مردم فلسطین رو به رسمیت بشناسه. بخشی از توافق ابراهیم، اگر که منظورتون توافق ابراهیم بله. هست بله بله. مصداقی بله. میشه بگیم بعد از توافق سلسله توافقهای بله. ابراهیم دست یک دستاورد این توافق بله. روی زمین بتونیم ببینیم خیلی بله. چشم. جزو اون توافق قدس شرقی به عنوان پایتخت رسمی فلسطین گذاشته شده و همینطور بله هست، میتونید برگردید نگاه بکنید آمده و همینطور رسیدن به تفاهم و توافقی که باعث تشکیل کشور فلسطین بشه جزء اساسنامه هست و بهتر شدن وضع اقتصادی مردم فلسطین، وارد شدن به بازاری که در اثر توافق صلح ابراهیم تشکیل میشه بین کشورهای عربی و اسرائیل، به مردم فلسطین هم کمک میکرد که وارد این بازار اقتصادی بشن، با سازی بخشهای ویران شده، برگشتن مهاجرین، اینا همه جزو بندهای بعدی توافق ابراهیم بود. حتی الان هم که ایالات متحده آمریکا با دولت عربستان سعودی در حال مذاکره هست در مورد توافق بین اسرائیل و بین عربستان سعودی، عربستان سعودی پیشرتش چی هست؟ دارن میگن که قدس شرقی باید بشه پایتخت، کشور فلسطین باید به رسمیت شناخته بشه، بعد از اون هستش که ما رابطمون رو کامل با اسرائیل عادی خواهیم کرد. بله آقای قریشی، ما نتیجه، من خیلی برام مهمه که مطرح بشه بله. رفتار اسرائیل تنهیزاست. یه مثال میزنم، آقای کیسینجر در خاطراتش میگه 1973 ما با مصری‌ها تفاهم کردیم که آتش بس و کاهش تنش اتفاق بیفته. با خانم گلدامایر و آقای مشدایان تماس میگیرن، جوابشون به آقای کیسینجر این بوده که ما این کارو نمی‌کنیم و ادامه میدیم جنگ رو، ما انتقام بین ما و مصری‌ها است. آقای کیسینجر انتقال میده به آقای نیکسون و آقای نیکسون تماس میگیره و به گلدامایر میگه رفتار شما در 1948 باعث شد ناصری به وجود بیاد، من اجازه نمیدم دوباره شما یک ناصر دیگه بسازید در منطقه. میخوام بهتون بگم امکان نداره رفتار اسرائیل از 1900 این میزان از بی‌انضباطی، این میزان از بی‌تعهدی رو لحاظ نکنه. هیچ وقت با مذاکره نتونستن، یعنی یک مورد نداریم که اجازه بده، یک مورد وجود نداره. آیا حمله هفته اکتبر که یک رویکرد کاملا متفاوت با مذاکره است، فکر می‌کنید در دراز مدت به تحقق آرمان فلسطین کمک میکنه؟ ما که پیشگو نیستیم، ولی بله. ولی همین که هفت اکتبر، نتایج این جنگ رو الان دیدیم. دقیقاً همین که هفت اکتبر قضیه فلسطین رو با تاریخش رو کاملا دوباره برگردون به تیتر اول، همین که امروز در اروپا مطرح میشه دولت مستقل فلسطین با مرزهای 1967 که در اسرائیل حتی یک سیاستمدار به جز آقای ایهود اولمرت که یک نفره، امکان نداره در هیئت حاکمه اسرائیل و اون بلوک هایی که توانایی رأی آوری داره یک سیاستمدار رو ببینیم که اعتراف بکنه به این حقی که اسرائیل طرف قرار داده شده. دستاوردی که داشته در قیاس با کشته شدن حدود 33,000-34,000 فلسطینی و کشتار غیرنظامیان اسرائیلی و تمام تخریب هایی که شد، این دستاوردشه که آرمان فلسطینی به سرخط
نه فقط در کشورهای عربی به سرخط جهانی تبدیل شده و الان دیگه راجع به کشور مستقل فلسطینی صحبت میشه. چیز دیگه ای هم که هست، حامیان اسرائیل هم یعنی یک بلوک در خود قدرت، در بلوک قدرت در خود آمریکا هم حداقل این نتیجه رو پذیرفتن که با فشار بیش از حد و با بدعهدی بیش از حد و نمیتونن اداره بکنن منطقه. یعنی اسرائیلی ممکنه در آینده نزدیک ممکنه اسرائیل از درون دچار فروپاشی بشه. خب من فرمایش شما رو یه نقد کوچیک میکنم، چشم به سوال شما رو حتما میشنوم. اولین نتیجه و بهترین نتیجه مذاکره و توافق و قرارداد این بود که در اسلو آقای یاسر عرفات به همراه 120 هزار مهاجری که اجازه پیدا نکرده بودن برگردن به فلسطین، از تونس برگردن و برای اولین بارشون وارد غزه بشه و بعد بره به رام الله که دولت خودگردان رو تشکیل بده. این بزرگترین دستاورد مذاکره بود. این 120 هزار فلسطینی برگشتن؟ بله برگشتن. بله برگشتن. هست این جزء توافق اسلو بوده. بله. نه جزء توافق بوده ولی عمل ببین خیلی بله برگشتن. میشه حالا بعد هرچند دستاورد خیلی کمه، یعنی در نهایت شما دارید راجع به 2 میلیون آواره در غزه، بیش از 100 هزار معلول و 30 و چند هزار کشته صحبت میکنیم. این اصلا کاملا پرت شدن. قبل از جنگ تلاش های گسترده ای داشت انجام میگرفت. اسرائیل، عربستان سعودی داشتن مذاکره میکردن و عربستان سعودی از قبل، الان و در آینده بر یک موضوع اصرار داره: قدس شرقی پایتخت و تشکیل دولت فلسطین. این جنگ باعث توقف مذاکرات شد. اصلا در خط خبر یعنی چه؟ خانم انتخاب فرد، قبل از حمله 7 اکتبر که شما معتقد هستید بدون حمایت مالی تسلیحاتی ایران ممکن نمیشد و حتی تایید که ما خاطرمونه و این تاریخ خیلی دوری نیست، قضیه فلسطین فراموش شده بود. یعنی کمتر صحبت از قضیه فلسطین شد. در غرب، در غرب، در جهان عرب همه چیز به سمتی میرفت که اسرائیل مناسباتش با کشورهای عربی رو عادی بکنه، نه فقط اردن و مصر عادی شد با بقیه کشورها. پایتخت ببخشید سفارت آمریکا رفته بود بیت المقدس. آمریکا هیچ ضرورتی نمیدید در قضیه فلسطین و مناقشه اینها با اسرائیل وارد بشه. همه چیز مسکوت بود دیگه. آقای کریمی، تا مسئله فلسطین حل نشه، اینو در همه در منطقه میدونن، مسائل دیگه مثل حضور گروه های تروریستی مثل داعش، القاعده، هیچ کدوم اینا حل و فصل نخواهد شد. بله. کانون بحران در خاورمیانه با تضعیف حقوق فلسطینیان و اشغال سرزمین‌های اونها شروع شده و تا این موضوع حل و فصل نشه مسائل بزرگ در منطقه تمام نمیشه. اما رویکرد جمهوری اسلامی باعث شد که گفتگوهای صلح، گفتگوهایی که میتونست منجر بشه به تشکیل دولت فلسطین، اگر بگیم دیگه دست نیافتنی شده، عقب رفته و به تعویق افتاده و باعث شده که گروه‌های نه فقط راست افراطی در اسرائیل بلکه مذهبی افراطی در اسرائیل بر سر کار بیان که به هیچ وجه تن به گفتگو و مذاکره ندن. بدون جمهوری اسلامی وضعیت سیاست داخلی اسرائیل که به این شکل نتانیاهو چندین دور به شکل کردن دیگه رکورددار شده دیگه انتخاب بشه و ترکیب کابینه چنین باشه، بدون جمهوری اسلامی چنین چیزی محتمل بود؟ بله. ببینید، عرض میکنم خدمتون، ما در اسرائیل یعنی 1948 تا 1970 اون طبقه مذهبی تندرو اسرائیل اقلیت بود از لحاظ جمعیتی. اون طبقه امروز تبدیل به اکثریت شده یا توازن به شدت معناداری تونسته در جامعه اسرائیل به وجود بیاره. یعنی من به نظرم رشد این طبقه از لحاظ جمعیتی، چون خودش رو در امکانات بله، این من منکر این نیستم که به هر حال جمهوری اسلامی یک بهانه است، ولی شرایط جمعیتی و شرایط ایدئولوژیک و فکری درون اسرائیل بدون جمهوری اسلامی هم میتونست پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشه. ضمن این که نبود جمهوری اسلامی این توانایی رو میتونست به اسرائیل بده، یعنی نبود ایده جمهوری اسلامی، ایده مقاومت. خب. چون
میتونست این توانایی و این جسارت رو به اسرائیل بده که ما امروز که امروز وسیع‌تر باشه، ما امروز به هر حال خوشمون بیاد یا بدمون بیاد مقاومت رو بخشی از اعتراف اسرائیل به مرزهای آبی لبنان، بخشی از مذاکرات امروز آقای فرستاده آمریکا به لبنان در مورد دهکده قجر، اون بخش اشغالیش یا تپه‌های کفرشوبا مربوط به توازن قدرت سخت در منطقه و در لبنان هست، مربوط به مذاکره و بله بله. بسیار بذارید بخش اول رو با شما در میان بگذارم. بخش اول صحبت‌های ایشون، اون چه که در اسرائیل می‌بینیم به عنوان برآمدن افراطی‌ها و حاکم شدنشون در چندین دور انتخابات به گفته ایشون ربطی به جمهوری اسلامی نداره، ناشی از تغییر بافت جمعیتی خود اسرائیله. چطور ربطی نداره وقتی جمهوری اسلامی از روز اول تأسیس خواهان نابودی اسرائیل بوده؟ هر روز شعار میدادن که اسرائیل باید از نقشه جهان حذف شود، محو شود. و خب اگر که منم یه شهروند اسرائیلی بودم در یک کشور کوچیکی که 3 میلیون جمعیت بیشتر نداره و می‌دیدم که یک کشور بزرگ و قدرتمند خواهان نابودی کشور من هست، ازش سوء استفاده می‌کردم. اگه بگم حالا ترس هست، دولت افراطی از این سوء استفاده کرده توسط این شعار جمهوری اسلامی که رو موشک‌ها هر روز می‌نویسن که اسرائیل رو می‌خوان حذف و نابود بکنن، قدرت بیشتری گرفتن. برای همین عرض دارم می‌کنم که نگاه جمهوری اسلامی به مسئله فلسطین نه فقط به مردم فلسطین کمک نکرده، بلکه باعث شده که گروه‌های افراطی بر سر کار بیان که نتیجه برعکس هم داشته باشه، یعنی مردم فلسطین در یک مخاطره قرار بگیرن که جانشون، خانه‌شون، مالشون نه فقط داره بر فنا میره، که اصلا دیگه آرمان کشور فلسطین هم گم شده. بخش دوم صحبت‌های ایشون این بود که این جنگ مسلحانه که از نظر ایشون بدون جمهوری اسلامی ایران نمیتونست حداقل در این ابعاد انجام بشه، این کمک کرده به فلسطینی ها که چانه زنی بیشتری بکنن، در یه جاهایی دستشون بازتر باشه برای مذاکره، و به گفته ایشون باعث شده آمریکا هم تا حد زیادی به این اعتقاد برسه که باید در مذاکرات این چنینی سمت فلسطینی رو هم حداقل لحاظ کنه. آخه کدوم فلسطینی ها؟ اگر فلسطینی های غزه و منظورمون حماس و جهاد اسلامی هست، خب اون فرق میکنه. اگر داریم راجع به گروه فتح و کرانه باختری صحبت میکنیم، نه اونا موافق نیستن با این نظر. شخصا معتقد هستم که آرمان فلسطین برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره به اون اندازه که ایدئولوژی خودشون و استمرار دولت جمهوری اسلامی و ایجاد یک کمربند حفاظتی از طریق گروه‌هایی که تجهیز کردن، که حماس و جهاد اسلامی هم بخشی از اون کمربند هستن که حالا حزب الله هست، حوثی‌های منطقه هست، تمام اینها برای حفظ منافع جمهوری اسلامی بوده. بنده به عنوان یک شهروند ایرانی که در غرب زندگی میکنه بیشتر به آرمان فلسطین اعتقاد و باور دارم، از طریق گفتگو، مذاکره و دیپلماسی، تا اون چیزی که جمهوری اسلامی امروز بر سر مردم فلسطین داره میاره. من باور میکنم که اون چیزی که از اول انقلاب انجام دادن برای فلسطین فقط در جهت منافع خودشون بوده. حتی در جنگی که اشاره کردی در لبنان، اون به خاطر حمایت از حزب الله بوده، نه به خاطر حمایت از مردم لبنان. دیدیم در دور جنگ اول و دوم مردم لبنان حمایت کردن از حزب الله، بخاطر اینکه کشورشون اشغال شده بود توسط اسرائیل، ولی بعد از اون که دیدن حزب الله در حال تطمیع منافع خودش که جمهوری اسلامی دیکته کرد در لبنان هست، نه الان حزب الله منفوره، دارن میبینن که جمهوری اسلامی، منم لبنان رفت آمد میکنم و اسرائیل منفوره و جمهوری اسلامی و حزب الله هست. ببینید شما در مورد حزب الله وقتی صحبت میکنیم 100% کرسی‌های متعلق به مناطقش رو کسب میکنه در پارلمان. ائتلاف‌هاش ائتلاف‌هایی که نخست وزیر بله. نه ببین حزب الله ترسناکه، شما نمیتونید یک حزبی که میتونید باش مخالف باشید ولی بنیه اجتماعیش رو نادیده گرفتن به نظرم خطاست. ضمن این که بنیه اجتماعی رو کی ساخته؟ جمهوری اسلامی؟ بله. شما که بهتر از من میدونید. شما
ائتلاف حزب الله با بزرگترین حزب مسیحی در لبنان با دروزی هاست. یعنی این ائتلاف ها رو مثل اصلا دروزی این نگاه... بزرگترین حزب مسیحی نیستن ما روی ها آقای اون فرمودین دروزی ها و دروزی ها مسیحی نیستن. نه 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 اجازه خانم انتخاب فرد اجازه من اگه بتونم کامل بکنم چون من متاسفم. ضمن اینکه دستاوردهای حزب الله دستاوردهای لبنانی بوده، یعنی شما یعنی شما مرز مثلا مرز آبی که و حقی که درست بود خب لبنانی این که نمیشه بگیم دستاورد حزب الله است. یعنی شما وقتی لبنان بتونه استفاده بکنه خانم خانم لبنان دولت داره مانش نداره ولی دولت نداره شما آخه نمیشه که آقای جعجع با آقای جعجع امروز آقای جعجع و نیروهای لبنانی ان به خاطر اینکه حاضر نیستن مذاکره بکنن. خانم انتخاب فرد حزب الله نیروهای اسرائیل رو از لبنان بیرون کرده خب بنابراین گفتن این که حزب الله الان منفوره چیز عجیبی برای اینکه این در خاطره مردم لبنان مونده که حزب الله چنین کرد. ممکنه بتونید بگید که اون میزان محبوبیت پیشین رو نداره ولی کرسی های پارلمان داره، بخشی از ساختار دولتیه که وجود نداره به این معنا که دولتی که از نظر سیاسی وجود نداره تشکیلات اداریش هست ولی بخشی از این ساختار دیگه آقای کرمی. و ایران کمک کرده به این حزب الله. آیا غیر از این هست که جمهوری اسلامی حزب الله رو تأسیس، تجهیز و حمایت کرده؟ خب آخه در لبنان داریم صحبت میکنیم که طیفی وجود نداره که طرف خارجی پشت سرش رو نباشه. یعنی شما مثلا آقای سمیر جعجع و نیروهای قوات لبنانیه رو مثلا خودشون تأسیس کردن، خب اسرائیل کمک کرده، بعدها آمریکا کمک کرده، بعدها ولی حزب الله به طور قطع به گفته جمهوری اسلامی و خود حزب الله خب. که آقای حسن نصرالله میگه از آب خوردن تا دمپایی پلاستیکی رو ما جمهوری اسلامی میاریم و راجع به پولهای نقدی که با چمدون میبرن و میارن صحبت میکنن حزب الله نیروی جمهوری اسلامیه. و چون صحبت راجع به آرمان فلسطین و میزان در واقع کمک یا آسیبی است که جمهوری اسلامی به این آرمان زده، شما معتقد هستید از طریق حزب الله لبنان جمهوری اسلامی آرمان فلسطین رو تضعیف کرده؟ چنین اعتقادی دارید؟ چرا بعد از جنگ هفته اکتبر حزب الله به عنوان یک نیروی مستقل و مردمی حمله نکرد به اسرائیل که از آرمان مردم فلسطین دفاع مسلحانه بکنه؟ از روز 8 اکتبر حزب الله حملاتش اون چیزای کوچیکی بوده؟ نه حمله تمام عیار. و شما اعتقاد دارید چرا نکرده؟ جمهوری اسلامی از حزب الله خواسته که وارد عمل نشه. و چرا جمهوری اسلامی نخواسته؟ به خاطر اینکه ورود حزب الله باعث نابودی کامل یک گروه شبه نظامی دوم میشه. الان حماس خیلی ضعیف شده و جمهوری اسلامی نمیخواد دو گروه بزرگی رو که 45 سال سرمایه گذاری کرده ببینه که از هم پاشیده. اجازه بدید پس آقای قریشی جواب بدم. چنین نیست آقای قریشی که ایران به این نتیجه رسید که هدف قرار گرفتن حزب الله در واقع ممکنه همون بلایی رو سر حزب الله بیاره که الان سر حماس اومده. ممکنه نتانیاهو وقتی میگه که ما حماس رو از بین میبریم برای افکار عمومی اسرائیل اینو بگه، حماس هنوز داره عملیاتی میکنه ولی در این که حماس فوق‌العاده ضعیف شده و اون توان اجرایی و تسلیحاتی رو نداره که شکی نیست. خب دولت ایران جمهوری اسلامی نمیخواست چنین بلایی سر حزب الله هم بیاد. نه ببینید اولا که حزب الله موقعیت لبنان موقعیت کاملا متفاوتیه و حمله به حزب الله یک کابوس برای هر استراتژیستی در آمریکا و اسرائیل. یعنی حمله به لبنان، حمله به حزب الله. بله یعنی اصلا شما اولا نیروی حزب الله، شما صحبت 250,000 نفر نیروی رزمی، 50,000 نفر نیروی رزوان که یکی از مجربترین کماندوهای جهان محسوب میشن، میزان دقت حملات حزب الله را اگر نگاه کن، تکنولوژی، رصد و اینا حزب الله تمام قد وارد جنگ نشد. استراتژی که وضع شد اینه که اولا جبهه های اسناد با اینکه تیتر فلسطین تیتر دوم نشه، یعنی اینو علنا گفتن استراتژیست ها و مفکرین منتسب به جبهه مقاومت در لبنان، در سوریه، در ایران گفتن رفتاری باید بکنیم که غزه تیتر اول باشه. نباید نداشت که جمهوری اسلامی تنش بیشتر در منطقه نمیخواست. قطعا جمهوری اسلامی تنش بیشتر در منطقه نمیخواد. اولویت های ایران در منطقه در ارتباط با وضعیت وجودی خودشه بیشتر. این بسیار مهمه. شما 20 ساله که هر
هفته یک مقام عالی رتبه اسرائیل و یک مقام عالی رتبه آمریکایی در مورد ایران میگن گزینه نظامی روی میزه و هر حاکمی هر متفکری که میزانی مسائل و مناسبات استراتژی رو بفهمه میدونه که باید خودش رو برای بدترین سناریو آماده بکنه. ضمن اینکه 7 اکتبر بعد و هم نوع برخورد جهان و اسرائیل در مورد غزه برای هر کشوری که به غیر از کشورهایی که اینا پول در برابر امنیت رو انجام دادن در منطقه، برای کشورهای مستقل مثل ترکیه، مثل ایران، حتی تا حدودی مثل مصر زنگ خطریه که در هر وقت قرار نوبت این کشورها بشه، رفتاری که در غزه امروز میشه سازمان ها و نهادهای بین المللی هم که تعطیل روی این حساب باید بدترین سناریو رو لحاظ کنن و برای خودشون آماده خیلی آماده باشه. خیلی کوتاه خانم انتخاب فرد، این عملیات 7 اکتبر با تمامی هزینه هایی که برای ملت فلسطین و برای غیر نظامیان اسرائیلی داشته، یک چیز رو یا میشه گفت یک فصل رو رقم زده. این فصلی که رقم زده این است که آمریکا و دولت‌های اروپایی به این نتیجه رسیدن که نمیتونن دست دولت اسرائیل رو باز بگذارن و ناچارن نقش فلسطین در آینده منطقه و تشکیل دولت فلسطینی رو روی میز بگذارن دیگه. شما که معتقد هستید ایران در این دور جدید حمله از 7 اکتبر نقش داشته، البته این رو یک دستاورد میدونید دیگه، نیست که بگیم که دولت‌های غربی پذیرفتن. الان فشار آمریکا و اروپایی بر اسرائیل قابل مقایسه نیست تا پیش از 7 اکتبر و افکار عمومی جهان غرب. چرا باید باور بکنم که هر دولت مردی هر ادعایی که میکنه این واقعیت رو داره میگه؟ نه، قبول نمی کنم که اون فشار زیادی که روی اسرائیل گذاشتن باعث بله. الان آقای مکرون هفته قبل اعلام کرد که ما هر زمان که لازم بدانیم به وجود کشور فلسطین اعتراف خواهیم کرد. هنوز زمان آن فرا نرسیده. چرا؟ ما میدونیم، همه میدونن که ایالات متحده آمریکا میتونه بلافاصله حملات اسرائیل رو به غزه به خاتمه بده، ولی هنوز نکرده. خیلی کوتاه آقای قریشی. یه نظرسنجی دانشگاه هاروارد و گالوب قبل از 7 اکتبر داشته که محبوبیت حماس و گروه های مقاومت در کرانه باختری رو 54% برآورد کرده بوده. نظرسنجی ماه گذشته میگه محبوبیت حماس و گروه های مقاومت و روش مقاومت در کرانه باختری و غزه بالای 74%. این پاراف در اسرائیل برعکس شده، یعنی در روز 8 اکتبر و 9 اکتبر معارف نظرسنجیش این بوده که 94% از اسرائیلی ها طرفدار هر گونه عملیات نظامی علیه مقاومت بودن. امروز فقط 38%، همین روزنامه معارف ماه پیش، 38% اسرائیلی ها. من میخوام بهتون بگم گزینه مقاومت، آپشن مقاومت، آپشنیه که میتونه به آینده فلسطین، در آینده فلسطین، در مذاکره، در هر گونه مذاکره و به نتیجه رسیدن مذاکرات برگ برنده رو بازی بکنه. خیلی کوتاه، چون ایشون شروع کردن، اگر بسنده من قبول نمی کنم به خاطر اینکه مذاکره و دیپلماسی همیشه دستاورد داشته و نتایج ملموسش رو هم دیدیم و در مورد خاصی الان کشورهای عربی هر کسی بعد به منافع کشور خودش فکر بکنه و به فلسطین هم فکر میکنن، برایشون منافع خودشون هم مهمه. ناامنی و جنگ، چیزی که شما دارین میفرمایید مقاومت مسلحانه، به اقتصاد، به چشمانداز پیشرفت، به برنامه های توسعه و زیربنای کشورها آسیب میرسونه. اینه که قانونی خانم، اینه که مثلا ما اجازه بدین خواهش میکنم، برنامه جمهوری اسلامی باعث شد که کشورهای منطقه ناامید بشن از اینکه با ایران جمهوری اسلامی میتونن همکاری بکنن در ایجاد صلح و ثبات، و اصل توافق ابراهیم ناامیدی اونها از جمهوری اسلامی بود که به سمت اسرائیل رفتن، وگرنه غیر از این هرگز محال ممکن بود. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه قیس قریشی و کاملیا انتخاب فرد. ما به تازگی خلاصه متنی بعضی از بحث‌های پرگار رو روی وبسایت بخش فارسی BBC منتشر می‌کنیم. پس به وبسایت ما اگر سر می‌زنید در روز پخش برنامه می‌تونید توضیح مفصل موضوع هفته و لب کلام مهمان‌ها رو بخونید.
مطابق معمول پیامی از یکی از مخاطبین رو جواب میدیم. آقای اسماعیل ترابی در فیسبوک نوشته اگر امکان داره برنامه‌ای در رابطه با گذشته یهودیان که چرا در طول تاریخ همیشه مورد نفرت و یا ظلم حکومت‌ها بودند و اینکه تنها هیتلر نبوده که چنین کرده ضبط کنید. بله آقای ترابی، سعی می‌کنیم برای این بحث مهمان‌های پیدا کنیم و ضبطون رو تدارک می‌بینیم.